Editing, editing interviews is not something we do lightly at a show called Uncensored. Uh, but, like the proverbial cries of fire in a crowded theatre, there are legal limits on us too. And we apologise to Jay-Z and Beyonce. <laughs> و راجع جگوار رایت یه بار دیگه باید صحبت کنیم اون مصاحبه جنجالی جگوار رایت و پیرس مورگان یه مصاحبه که حدود یه هفته پیش اتفاق افتاد و تا الان میلیون ها تو پلتفرم های مختلف دریافت کرده و ویدیو توضیح دادن راجبش و حرفایی که توش زده شدم توی کانال من توی همین کارتی که این بالا میبینین قرار گرفته یه مصاحبه بود که سر زیادی به پا کرد. یه مصاحبه بود که جگوار اومده بود توی یکی از بزرگترین های آمریکا که برنامه پیرس مورگانه. تا مستقیما راجب دیدی صحبت کنه و به عنوان یه نفری که سالهاست داره داستانهای دیدی رو و داستانهای ماجراجوی های جنسی دیدی رو افشا میکنه بیاد و توی یه پلتفرم نسبتاً مین استریم تر نسبت جاهای دیگه ای که تا الان بوده این داستانها رو مطرح بکنه و در مقابل مردم قرار بده این اتفاق افتاد پیرس مورگان با استفاده از جگوارای توی همین ویدیو که می‌بینید تو روز و میلیون ویو خورده تو یه توجه خیلی زیادی رو به سمت خودش بکشه و در نهایت سر و صدای زیادی به پا بکنه باعث شد توجه ها یه بار دیگه به سمت داستان هایی که درباره دیدی داره پخش میشه تو پلتفرم‌های مختلف جلب بشه و یه بار دیگه همه آدم های تجدید نظری راجب دیدی و دایره اجتماعی دورورش بکنن اما این ویدیویی که داریم میبینیم این ویدیویی که گذشت رو دیدیم یک دقیقه که دیدیم ویدیوی عذرخواهی پیرس مورگان از جیزی و بیانسه به خاطر این بود که جگوارایت اوورده و باش مصاحبه کرده و خیلی واضح میبینیم که یکی از گنده ترین مدیا های آمریکا یکی از تأثیر گذارترین آدمایی که توی رسانه آمریکا داره فعالیت میکنه به اسم پیرس مورگان یه جوری از تهدید جیزی و بیانسه ترسیده که توی برنامه ای که خودش درست میکنه و اسمشو بدون سانسور میذاره اومده و گفته که ما مجبور شدیم که اون حرفایی که جگوال رایت راجب آدمای دیگه به غیر از دیدی یعنی جیزیو بیانسه زده بود رو از توی مصاحبه حذف کنیم و ما اطلاعی نداشتیم که جگوارا جز دیدی میخواد راجب کسی کس دیگه ای صحبت بکنه و از پلتفرم کردنش پشیمونیم از ته دل عذرخواهی میکنم و دیگه این اتفاق نمیفته و جگوار رایت دیگه بهش پلتفرمی واسه اینکه راجع به آدمای دیگه جز دیدی صحبت بشه داده نخواهد شد اتفاق اتفاق عجیبیه پیرس مورگان به این راحتی جلوی کسی سر خم نمیکنه و موقعی که این اتفاق افتاد همه تو نگاه اول بلا فاصله رفتن سمت جیزی و بیانسه و گفتن که احتمالا جیزیو و بیانسه مستقیما از پیرس مورگان و پلتفرم شکایت کردن که مجبورش کردن که یک چنین واکنش انقدر اگزجری نشون بده بیا جلو دوربین مستقیما از جیزی و بیانسه عذرخواهی بکنه و بره و اون تیکایی که جگوارای توی مصاحبه راجع به جیزی و بیانسه صحبت کرده بود رو پاک بکنه اینکه این اتفاق چرا افتاده اول میان همه فکر میکردن که مثلا یه نامه سیسنتیسیست از سمت لیبل جیزی اومده اما جلوتر که رفتیم یکی دو روز بعد از اینکه پیرس مورگان اون ادیت رو انجام داد و این عذرخواهی رو انجام داد دیدیم که الکس اسپیرو وکیل جیزی و یکی از نزدیکترین آدما به اون دایره جیزی کسی که یه جورایی ناجی جیزیه یکی از بهترین وکیلایی که نیویورک تالا به خودش دیده و آمریکا تالا به خودش دیده اومد با تی امزی مصاحبه انجام داد و اونجا تو شاخبازی ترین حالت ممکن اومد گفتش که ما حتی شکایت لازم نبود بکنیم حتی نامه سیزنده سیستم لازم نبود بدیم من فقط یه التیماتوم به پیرس دادم و پیرس تصمیم درست و عاقلانه رو گرفت و اومد توی پلتفرم خودش از جیزی و بیانسه عذر خواهی کرد و اون تیکای ویدیو رو پاک کرد و امیدوارم این نمونه و نمادی واسه بقیه پلتفرمایی باشه که قرار جگوار رایت و های اینطوری اگزجره و دروغین راجب جیزی و بیانسر رو منتشر بکنن و بدونید که از این به بعد هر جا چنین داستانهایی گفته بشه ما بالا سرتونیم و تا آخرین ریال تا آخرین دلار البته تا آخرین دلاری که از این داستانها دارین در میارین ازتون پس میگیریم بریم اون تیکه از ویدیوی الکس اسپیرو که داره با تیم زی صحبت میکنه رو ببینیم برگردیم بریم سراغ ادامه داستان که چرا الان داره الکس اسپیرو سراغ جگوار رایت میره و چرا موقعی که جگوار رایت بیشترین سطح توجه رو دریافت کرده تازه موقعی که داریم میبینیم وکیلای جیزی دارن میرن بالا سرش دیو. اینجا مصاحبه تی و زی الکس اسپیرو رو میبینیم قبل از اینکه بریم سراغ خود مصاحبه توضیحی واسهتون بدم نکنه الکس اسپیرو همونطور که من قبلا توی ویدیوهای دیگه به طور خاص اون ویدیویی که راجع به دعوای نیکی میناژ و جیزی گفتم جیزی توی یه چنین موقعیتای خودش نمیاد حرف بزنه جیزی ماوس های مختلف واسه موقعیت های مختلف داره مثلا موقعی که در بیزنس داریم صحبت میکنیم معمولا استیون استاوت کسیه که میاد بالاخره جیزی در میاد و به عنوان زبون جیزی فعالیت میکنه و موقعی که راجب مسائل حقوقی انقدر مهم داریم صحبت میکنیم الکس پیرو غول آخر حقوقی جیزیه بهترین وکیلیه که جیزی تو چنته داره و تا حالا بارها دیدیم که جیزی ازش چه استفاده هایی کرده نکن تو دنیای وکیلایی که مثلا تو آمریکا دارن فعالیت میکنن اینطوریه که یه پله‌ای وجود داره یعنی عمده وکیلا توی یه دایره مشخصی دارن به سر میبرن و یه سری وکیل سلبریتی وجود داره اینجوری که مثلا الکس اسپیرو یکی از اون آدماییه که جدا از وکیل بودنش انقدر پرونده های, های پروفایل رو قبول کرده و تونسته توشون موفق و برنده بشه و انقدر با سلبریتی های بزرگی کار کرده که یه جورایی خودش هم به یه سلبریتی تبدیل شده و شهرتش انقدر زیاده و نفوذش انقدر زیاده که راجبش وقتی صحبت میکنن اینجوری میگن که الکس اسپیرو امکان نداره هیچ پرونده ای رو به عنوان بازنده توش به نمایش در بیاد وقتی که قبولش کرده مثلا جیزی به طور خاص از الکس اسپیرو یه استفاده که کرده بود این بود که اون موقعی که تو وان سوج قرار بود از آمریکا دیپورت بشه به خاطر اینکه یه مهاجر غیرقانونی بود الکس رو واسه پرونده ای تو سوج که هیچ وکیلی قبولش نمیکرد انتخاب کرد و الکسسپیرو کسی بود که تونست تو نیوان سویج توی آمریکا نگه داره و از اون طرف همین الان پرونده ای که شهردار نیویورک هم درگیرشه الکس اسپیرو وکیلیه که انتخاب شده تا از شهردار نیویورک دفاع بکنه میگم یه وکیلیه که فقط گنده ترین پرونده های ممکن رو با بیشترین پولی که میتونید تصور کنید قبول میکنه و به خاطر اون مجموعه بردهای متوالی که پشت سر هم توی یه سری پرونده غیرممکن داشته یه جورایی به عنوان یه سوپر پاور توی دادگاه بهش نگاه میکنن میدونی چی میگم اینکه جیزی الان الکس پیرو رو که میگم یه آدمیه که ثانیه به ثانیه وقتش هزاران دلار میارزه اینجوریه که مثلا قرارداد زیر میلیون دلار واسه این آدما تعریف نشده اینکه جیزی اومده و الکس پیرو رو به عنوان اون نماینده‌ای که میاد و تو تی مصاحبه میکنه و یه جورایی, ال... یه جورایی که نه دقیقا التیماتوم میده به پلتفرم ها که رو با جگوار رایت مصاحبه نکنید و این داستان های رو راجع به من نگین بیشتر از هر چیز دیگه ای نشون دهنده اینه که این داستان ها واسه جیزی از یه لولی مهمتر شده و تاثیرشون رو داره تو زندگیش میبینه و واسه همین رفته غول مرحله آخر رو انتخاب کرده که بیاد و جلوی این پلتفرم ها قرار بگیره و جلوی جگوار رایت قرار بگیره بریم این ویدیو رو که الکس اسپیرو مستقیما داره با تی صحبت میکنه رو ببینیم تیکه تیکه راجبش صحبت میکنه راجب حرفایی که میزنه ولی مهمترین حرفش اینه که من حت... یعنی الکس اسپیرو اینجوری صحبت میکنه که میگه حتی من لازم نبود یه ایمیل بزنم که بگم که مثلا چی میگن استو... متوقف کنید این داستان رو یا حذفش بکنید من فقط توی تماس تلفنی التیماتوم لازم بود بدم یعنی تو این لول میگه یعنی هر الکسس پیرو انقدر کاراکتر ترسناکه تو اون سیستم قضایی آمریکا که التیماتومش اینجوری تاثیر میذاره و مثلا پیرس مورگان یکی از گنده ترین های رسانه آمریکا رو به زانو در میاره میگم اینکه که جیزی الکس اسپیرو رو انتخاب کرده که بیاد و تی توی تی زی ماوس پیسش باشه و عنوان مثلا زبون جیزی فعالیت بکنه یعنی اینکه حاضر میلیون دلار پول بده میلیون دلار پول بدون بازگشت بده فقط واسه اینکه این, که این داستانا رو خفه بکنه. می somebody... الکس And then kind of levels these vague-ish allegations. Were you kind of ready for something like this to eventually happen? Listen, there's rumors and then there's nonsense and this is one step further, right? This is a pointed and formal accusation of something um, and um, I felt it needed to be... that are TMZ. میگه ما یه چیزی به اسم شایعه داریم یه چیزی به اسم کوشر محض داریم و یه موقعی داستانه جگوار تو داریم که از همه اینا فراتره این با اینقدر توهین شروع میکنه داستانشو <تصفح> <تصفح> میبینی اینجا خیلی واضح داره میگه که من لازم نبود که این سیسندسیست بفرستم واسه پیرس مورگان تا اینکه به هدفی که میخوام برسم فقط یه التیماتوم و یه تهدید از سمت من لازم بود چون پیرس مورگان میدونست که چه اشتباهی کرده و چه ضربه‌ای به برند جیزی و بیانسه زده با پلتفرم دادن به جگوار رایت و توی همون لحظه اولی که من تهدیدمو رو شروع کردم پیرس مورگان فهمید و توی پلتفرم اصلی خودش اسخایی رو کرد و تصمیم درست رو گرفت نه تنها اون تهدیده رو کرده و اینجوری با پیرس مورگان داره رفتار میکنه تو مصاحبه ای هم که با تی داره میکنه با پیرس مورگان مثل یه بچه ای که پسیخورش کرده و گفته برو از با مانت عذرخواهی بکن داره رفتار میکنه میدونی چی میگم و این رفتارم دلیل داره اون کاری که پیرس مورگان کردم واقعا مثلا از لحاظ غذایی قابل پیگیریه یعنی تو داری جیزی و رو با اون مصاحبه دیفیم میکنی یعنی داری چی میگن لکه ننگ روی برندشون میندازی و قابل سنجشه که اون لکه ننگ چقدر به برندشون صدمه میزنه و چقدر به واسه خود پیرس مورگان سوداوری داشته و اگه جیزی واقعا بخواد پیگیر غذایی بکنه میتونه همه درآمدی که پیرس مورگان هولوحش این ویدیو و این مصاحبه در آورده رو واسه خودش بگیره اما توی یه چنین هایی... خیلی الان سوال میکنن که چرا مثلا جیزی قبل از این داستانه نرفت سراغ جگوار رایت توجیهی که وجود داره و حرفی که الان زده میشه اینه که جگوار رایت یه آدم ورشکسته بی پوله خب و هزینه ای که باید واسه این بشه که این آدم ورشکسته بی, بی پول مثل جگوار رایتو که داره میره این برابر تو پلتفرم‌های کوچولو کوچولو مصاحبه میکنه و چهار تا راجبه راجب جیزی میگه چهار تا راجبه راجب دیدی میگه چهار تا گوشه راجب چهار نفر دیگه میگه رو اگه که خفه کنی تو باید به عنوان شاکی میلیون دلار هزینه بکنی اما از اون طرف چون طرف مقابل هیچ پولی واسه ارائه کردن نداره هیچ راهی واسه ای برگشت این پول وجود نداره و به اصطلاح دردسر پیگیری قضایی داستان از بیخیال شدن بیشتره و به نظر میاد این مصاحبه پیرس مورگان بالاخره جایی بوده که اون الا کلنگه تغییر کرده و به جایی رسیدیم که صدمه ای که داره جگوار رایت با حضورش تو این پلتفرم گنده به برند جیزی و بیانسه میزنه بیشتر از اون هزینه ای شده که باید واسه یه نفر یه سوپر مثل الکس اسپیرو بکنن که بیاد و کل این داستان جلوشو رو بگیره جدا از این داستانی که الان با پیرس مورگان داشتیم پیرس مورگان یه آدمیه که میگم احتمالا رابطه نزدیکتری با این مثلا وکلای رده بالای داستان داره و چیز بیشتری واسه از دست دادن داره میلیون دلار پول داره واسه خودش سالهاست دهها ده ها ساله که داره فعالیت میکنه تو فضای رسانه و اون سرمایه انباشته این شکایت رو ارزشمند میکنه یعنی هزینه فایده ای در نظر بگیری پولی وجود داره که بخواد جیزی و بیانسه با این شکایت کردن از پیرس مورگان به خاطر دیفیم کردنشون بگیره ولی جک وارد بحثی که مطرح میکنن این که هیچی تا الان نداشت و پلتفرمایی هم که توش میرفت مصاحبه میکرد هیچی واسه گرفتن نداشتن که بخوای ازشون شکایت کنی و پولی ازشون بگیری و فقط دردسر واسه خودت درست میکردی اگه میخواستی اون مسیر رو پیش بری ولی به نظر میاد همه این داستان ها تموم شده و از الان به بعد ما یه رویکرد جدید رو قرار رو ببینیم به نظر میاد از الان به بعد جیزی و خیلی فعال قرار وارد بازی بشن و از به وجود اومدن و تکرار یه چنین روایت های علیهشون که داره دیگه از بیخوبون برندشونو خشک میکنه جلوگیری بکنن یه اتفاق با حال دیگه ای هم که داره میفته یه استفاده دیگه ای که در حال حاضر داره از الکس اسپیرو میشه و یه پرونده دیگه ای که قبول کرده میگم الکس اسپیرو آدم خیلی گرونیه و واسه اینکه تو بتونی پرونده تو بهش بسپوری و باش همکاری بکنی باید حداقل آماده باشی که مثلا ماهیانه چند صد هزار دلار یا میلیون دلار پول هزینه بکنی الکس اسپیرو یه پرونده‌ای که در حال حاضر قبول کرده یه پرونده‌ای که با همکاری با خونواده توپاک شکور داره رابطه دیدی و قتل توپاک شکور رو پیگیری میکنه و اینکه الکس اسپیرو این پروژه رو قبول کرده و درگیر این پرونده شده باعث شده خیلی یا نگاهشون به سمت جیزی برگرده خونواده توپاک شکور طبق اطلاعاتی که وجود داره و که وجود داره تو لولی پولدار نیستن و تو لولی اسمش چیه سرمایه ندارن که بخوان واسه چنین پرونده که احتمالا سوداوری آنچنانی هم تو بلند مدت واسهشون نداره بیان میلیونها دلار سرمایه گذاری بکنن و یکی از بهترین وکیلای آمریکا رو واسه خودشون بگیرن از اون طرف الکسس پیرو یه جورایی دست راست حقوقی جیزیه و الان تئوری ای که وجود داره اینه که جیزی اورده الکس اسپیرو رو وصل کرده به خانواده توپاک شکور تا به عنوان یه تهدیدی علیه دیدی ازش استفاده بکنه دیدی خیلی خوب میدونه که خانواده توپاک اگه بخواد عمیق شه و اگه بخواد این شکایت رو خیلی جدی پیش بگیره میتونه به عنوان یه چجوری بگم روز بالا روز روی این پرونده هایی که داره ازش استفاده بکنه و به سرمه زدن به برندش و سختتر و پیچیده تر کردن دادگاهش کمک بکنه دیدی اینو خوب میدونه جیزی هم اینو خوب میدونه و خیلی هم میگن که جیزی الکسس رو فرستاده تا اون پرونده رو گردن بگیره و جلو ببره تا اگه یه موقعی دیدی شروع کرد به حرف اضافه زدن و داستانایی رو راجب جیزی مطرح کردن توی زندان یا توی دادگاهش اون موقع بتونه با اهرام فشار این پرونده ای خونواده ای توپاک شکور دیدی رو ساکت بکنه یعنی الان به نظر میاد جیزی و الکس اسپیرو دو تا برنامه با هم دیگه دارن یه برنامه این که کل روایت هایی که علیه خونواده کارترها جیزی و بیانسه وجود داره رو تا جایی که میتونه جلوش رو بگیرن و اون روایت هایی که تا الان هم وجود داشته رو ساکت بکنن و از رو اینترنت حذف بکنن که میبینیم تو پروسش داریم اینجوری پیش میریم و پروژه دوم که پروژه پنهانه اینه که جیزی الکس پیرو رو فرستاده پیش خانواده توپاک شکور که برو حواست به این پرونده داشته با... حواست به این پرونده باشه آماده داشته باشش یه موقعی دیدی در هم باز کرد در جایی نو بکوبیم تو صورتش میدونی چی میگم یعنی یه جورایی به عنوان بکاپ پلن هم داره یه پرونده ای دیگه ای رو تو خفا با خانواده توپاک شکور تو یه جای کاملا جدا ایران میکنه اسم جیزی مستقیم درگیر نیست توی اون پرونده توپاکو دیدی اما الکس اسپیرو آدم ثابتیه که توی همه این داستان ها وجود داره و اینکه انقدر مستقیم به عنوان ماوسپیس جیزی میاد و توی رسانه های مختلف شروع میکنه مصاحبه کردن یه مقدار به نظر من واقعیت داشتن اون تئوری توتعی که میگن جیزی الکسس اسپیرو رو فرستاده تا با خانواده تو توپاک کار بکنه تا دیدی رو بکشه پایین تا یه موقعی دیدی داستان جدیدی واسه جیزی درست نکنه رو واسه من قابل قبولتر و قابل باورتر میکنه این بود داستان ترس پیرس مورگان داستان ورود جیزی و داستان شناسایی یک کاراکتر جدید توی داستان به نام الکس که اسمش رو تو آینده نزدیک خیلی بیشتر خواهیم شنید توصیه میکنم اگه مصاحبه جگوارایت و ویدیوی من راجع به مصاحبه نه دیدین، رو ندیدین حتما روی این لینک کلیک کنید برید اون مصاحبه جگوارایت و ویدیوی من راجع بهش که صحبت کردم و جزئیاتش رو صحبت کردم و داستانی که راجع به جیزی و دیدی و باز کردمو ببینید خیلی ویدیو مفصلیه و داستانای زیادی اونجا راجبش بهش صحبت شده چون دیگه خود ویدیو اصلی هم حتی اون داستانا رو توش نداره و ادیت شده و جدا از اون منتظر یه ویدیو دیگه باشین توی همه این اتفاقایی که افتاد سافت وایت شبکه شبکهی بود که یه مجموعه مصاحبه انجام داد توی اون ویدیو راجبش صحبت می‌کنم با یکی از کسایی که توی یکی از فری کافای دیدی حضور داشته و الان اومده و مفصل داره راجع صحبت می‌کنه یه مصاحبه نیم ساعته برگزار کرده که تو اون مصاحبه با دیتیل راجع به اتفاقایی که توی یکی از مهمونی های مایمی دیدی افتاده صحبت میشه توی ویدیوهای بعدی میریم اونو میبینیم و مفصل راجع به اون ویدیو و حرفایی که تانیا زده صحبت میکنیم اون ویدیو رو هم احتمالا همین امشب یا فردا ظهر تو دستتونه میبینمتون